با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امید که هر جا هستید شاد و سلامت و تندرست باشید. برنامه امروز تلویزیون برابری رو به شما تقدیم میکنم. در ابتدا گفتاری درباره سیاست تشدید سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی خواهید شنید و ضرورت مقابله با این سیاست تبهکارانه حکومت اسلامی، و سپس در ادامه یادمان علی اشرف درویشیان با دوست قدیمی او مجید دارابگی درباره کارنامه سیاسی و ادبی علی اشرف درویشیان گفتگو خواهم کرد. امید که این برنامه مورد توجه شما قرار گیرد. گسترش اعتراضات کارگران و معلمان و پرستاران، دانشجویان و بیکاران، بازنشستگان و غارت شدگان توسط بنیادها و بانکها و صندوقهای حکومتی مافیای اسلامی تصویری هر روز از ایران ماست. تصویری از اعتراض و فغان علیه نظامی که جز جنایت و غارت و ستم، دروغ و تبعیض و مرگ و اعتیاد و گرسنگی و بیکاری ارمغانی برای مردم ما نداشته است. اعتراضاتی که مدام بر ابعادش افزوده می شود و به تدریج خصلت سراسری پیدا می کند. هراس از انفجارات اجتماعی در جامعه و به هم پیوستگی این اعتراضات، دستگاه حکومت اسلامی را به اقداماتی تبهکارانه و رذیلانه کشانده است. در فضای پر التهاب داخلی و منطقه جهانی، خصوصا جنگ و فاجعه خاورمیانه، رژیم اسلامی شمشیر را از رو بسته و سیاست سرکوب در ابعاد گسترده‌ای را علیه فعالان جنبش‌های اجتماعی به اجرا گذارده است. رضا شهابی، محمود صالحی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی، مختار اسدی به زندان افتاده و حکم جلب و احضار علیرضا ثقفی، ابراهیم مددی، داوود رضوی به اجرا گذاشته شده و شمشیر دموکراس احضار، پرونده سازی و سطور احکام زندان را بالای سر فعالان کارگری و مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای آویزان کردند تا از این طریق و با ایجاد فضای ترس و وحشت و بالا بردن هزینه مبارزه فعالان جنبش‌های اجتماعی را به عقب نشینی و سکوت وادارند. در این رابطه نجیبی صالح‌زاده، همسر محمود صالحی، گفته است که در روز شنبه ششم آبان ماه در پایان دیالیز هفتگی محمود همراه ایشان در حال خروج از بیمارستان بودیم که ناگهان چهار نفر از نیروهای انتظامی ما را محاصره و محمود را با وجود اعتراض و مخالفت ما از بابت وضعیت جسمی ایشان بعد از انجام دیالیز با خود به دادگاه بردند. در آنجا ضمن ابلاغ حکم ایشان را جهت اجرای حکم روانی زندان مرکزی سقز کردند. این دستگیری بدون اخطار در پی حکم دادگاه تجزیه صورت میگیرد که حکم 9 سال زندان تقریری ایشان را به 1 سال حکم قطعی تبدیل کردند. روشن است که بازداشت و زندانی کردن این باری محمود صالحی که وضعیت جسمی نامناسبی دارد و هر روز دو بار دیالیز می شود برای عملی کردن سناریوی شوم مرگ خاموش او در زندان است. اجرای همان سیاست تبهکارانی که شاهرخ زمانی، محمد جراحی، افشین اوسانلو، کوروش بخشنده را از جنبش کارگری و مردمان ما گرفت و همکنون هم جان رضا شهابی در زندان رجای شهر در مخاطره جدی قرار دارد. همزمان سندیکای شرکت واحد با انتشار اطلاعی اعلام کرده است که بر اساس احضارگی که به دست آقای صالح نیکبخت از وکلای سندیکای کارگران شرکت واحد رسیده، آقای داوود رضوی از اعضای این سندیکا که قبلا از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب برای فعالیت‌های سندیکایی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز شنبه 13 آبان ساعت 10 صبح باید در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، هم از سوی شعبه 26 برای فعالیت‌های سندیکایی به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده این عضو سندیکا هم در انتظار دادگاه تجدید نظر می‌باشد. داوود رضوی و ابراهیم مددی، دو عضو سندیکا، در نیمه‌های بامداد 8 سال 1393 توسط نیروهای اطلاعات در منزل شخصیشان دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شده بودند و پس از 22 روز با قرار 100 میلیونی آزاد شدند. این در حالی است که رضا شهابی، دیگر عضو هیئت مدیره این سندیکا، در حال حاضر در زندان رجای شهر به سر می‌برد.
در این حال کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرده است که ماموران دادستانی وین ساعت 11 صبح چهارشنبه 10 آبان با در دست داشتن حکم جلب و حکم ورود به منزل علیرضا ثقفی مراجعه کرده و خواهان ورود به منزل و جلب او شدند. آنها حکم جلب و کارت شناسایی خود را نشان داده و از آنجا که نام برده در منزل حضور نداشت با تنظیم صورت جلسه حکم را ابلاغ و خواهان آن شدند که نام برده روز شنبه خود را به دادسرای اوین جهت اجرای حکم 3 سال زندان معرفی کند. علیرضا ثقفی در اول ماه مه 1388 نیز همراه با تعدادی از کارگران در پارک لاله بازداشت و حکم 40 روز و مدت 40 روز را در زندان گذرانده بود و انتها با قرار وثیقه آزاد شده بود. در اعتراض به تشدید سیاست سرکوب رژیم اسلامی، برخی از گروه های سیاسی چپ تبعیدی و فعالان جنبش کارگری و مدنی در خارج از کشور طی بیانیه‌ای نوشتند: جمهوری اسلامی در امتداد قطع‌های زنجیره‌ای و خاموش فعالان کارگری در ایران و پس از آن که افشین اوسانلو، شاهرخ زمانی، کوروش بخشنده و محمد جراحی را به کام مرگ کشاند، رضا شهابی را با وضعیت بسیار وخیم جسمانی در سیاه‌چال‌های مخوف خود تحت فشارهای غیرانسانی، زندانی و محمد نظری، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و رسول بدداغی نیز در بند و اسارت نگه داشته شدند و همکنون نیز توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی خود اقدام به بازداشت زبونانی محمود صالحی پس از خروج از بیمارستان کرده است. این اقدام موج اعتراض و انزجار و محکومیت دستندرکاران رژیم را در پی داشته و فعالان نهادهای کارگری در خارج از کشور در تدارک اعتراضها و اکسیونهای سراسری هستند. فعالان کارگری و زندانیان سیاسی در داخل زندان نیز با اعتراضات و اعتصابات طولانی خود فریاد دادخواهی را به افکار عمومی رسانده و همچنان در برابر سیاستهای حاکمان علیه ابتدای ترین حقوق خود اعتراض میکنند. سالهاست که انسانهای شریف و مبارزی چون رضا شهابی و محمود صالحی در تیرس مقامات قضایی رژیم فاقد امنیت جانی و مالی انسانی هستند و بازداشت آنان گفتمان هر روزی حاکمان اسلامی است. به تجربه میدانیم که حاکمان با بی‌اعتنایی تام و تمام به افکار عمومی و خانواده های زندانیان سیاسی بر این فعالین میتازند و در هر شرایطی نیات شوم خود را اعمال بیکنند. بدین جهت همه فعالان کارگری، مدافعان حقوق انسانی باید و میتوانند با همبستگی هرچه تمامتر بر طبل رسوایی جمهوری اسلامی بکوبند، به نیروی خود برای در تنگنا قرار دادن رژیم اسلامی و جهت آزادی بی‌قید و شرط شهابی ها و صالحی ها، مددی ها و همچنین زندانیان سیاسی اجتماعی باور داشته باشند. ما امضا کنندگان در کنار تمامی اعتراضات و اکسیون های دیگر ضمن محکومیت این اعمال ضد کارگری و ضد انسانی در ایران خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمود صالحی، رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی هستیم و به سران جمهوری اسلامی هشدار می‌دهیم که مسئولیت تمامی عواقب در زندان نگه داشتن رضا شهابی و بازداشت محمود صالحی و سایر زندانیان سیاسی نظیر زینب جلالیان، سعید سنگر، محمد نظری، سهیل عربی، ارژنگ داوودی، آتنا دائمی، شهناز اکملی، گلرخ ایرانی، آرش صادقی و غیره در انتظار جهانیان و جامعه جهانی بر عهده آنان است. رژیم اسلامی بر این باور است که میتواند بدون هیچ گزینه و هزینه‌ای بر این سرکوب ها را ادامه دهد. اکنون زمان آن رسیده است که در برابر این بی‌عدالتی ها و برخورد های سرکوبگرانه و ددمنشانی و حاکمیت اسلامی، مقاومت مدنی، همبسته جنبش های مختلف اجتماعی، کارگران و معلمان و پرستاران و دانشجویان، بیکاران و بازنشستگان سازمان داده شود. سیاست سرکوبگرانی رژیم اسلامی را نباید بی جواب گذاشت. نباید صدای اعتراض و مقاومت مدنی مردمان ایران در سکوت و خاموشی خفه شود. باید صدای بی صدای آنان شد. انتظار داریم که تمام انسانهای شریف
همه تشکل‌ها و گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و جنبش‌های اجتماعی مردم ایران و جهان علیه این تعرض وحشیانه و تبهکارانه غارتگران و آدمخواران اسلامی اعتراض کنند. باید به هر طریق ممکن به این موج جدید سرکوب اعتراض کرد و اجازه نداد که انسان‌های شریف و مسئول و فداکار، فعالان خوشنام جنبش‌های اجتماعی مردم ایران، محمود صالح‌ها و اسماعیل عبدی‌ها، مختار اسدی‌ها و محمود بهشتی‌ها، بهنام ابراهیم‌زاده‌ها و رضا شهابی‌ها، ابراهیم مددی‌ها و ده‌ها فعال شریف آزادی‌خواه توسط جنایتکاران غارتگر و تبهکار حاکم به زندان و حبس و محرومیت محکوم شوند و سیاست مرگ خاموش زندانیان سیاسی به مثابه سیاست و حربه‌ای برای سکوت و نابودی اعتراض مدنی و انسانی مردمان ایران توسط رژیم اسلامی به اجرا درآید. به این اعتراض بپیوندید. سلام به تو رفیق مجید دارابگی گرامی، امید که شاد و سلامت باشی. درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. رفیق مجید، علی اشرف درویشیان، آموزگار مبارز و آزادیخواه، نویسنده و پژوهشگر پرتلاش ایران پس از 50 سال قلمزنی و نویسندگی در روز 4 آبان امسال درگذشت. به عنوان یک دوست شما درباره اون نوشتید و از دوری از سال 1341 درباره کارنامه آموزگاری علی اشرف چه ارزیابی دارید؟ علی اشرف درویشیان در سال 1335 پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای مقدماتی کرمانشاه به عنوان آموزگار به خدمت وزارت فرهنگ اون زمان که بعداً به وزارت آموزش و پرورش تغییر نام یافت درآمد و به سمت آموزگاری روانه بخش کوچک گیلان غرب در مرز ایران و عراق شد. درویشان 5 سال در این شهر به خدمت ادامه داد که بخشی از این دوران را در کتاب سالهای ابری بازتاب نموده است. در این دوره درویشان در دبیرستان نوبنیاد گیلان غرب به تدریس ریاضی و دروس ادبی ادامه میداد و پس از 5 سال که به شاه‌آباد غرب منتقل شد به کار تدریس ریاضی در دبیرستان شاه‌آباد غرب ادامه داد. درویشان در 5 سال اولی که در گیلان غرب بود و 7 سال آتی که در شاه‌آباد غرب بود به عنوان یک آموزگار نمونه، اگرچه به عنوان آموزگار شاغل در دبیرستان اضافه حقوقی دریافت نمی داشت، اما در همان مدت چه در گیلان غرب و چه در شهرستان شاه‌آباد غرب برای دانش آموزان هر روز صبح 1 ساعت فوق‌العاده تدریس میکرد و برای 6 کلاس یا 3 کلاسی که در اختیارش بود هر روز صبح این برنامه را برای یکی از این کلاس ها ادامه میداد و این در شرایطی بود که بسیاری از معلم ها نه از سر شوق بلکه به عنوان اینکه شغلی داشته باشند سمت آموزگاری را میپذیرفتند و به بهانه های گوناگون از زیر کار در میرفتند، علی اشرف با تمام وجود در کلاس حاضر میشد، همون گونه که برای خواهران و برادران خود هم پدر بود و هم برادر، برای دانش آموزانی هم که نمیشناخت هم پدر بود هم برادر و هم آموزگار. درویشان که جوانی ورزشکار بود و در این حال صدای خوبی هم داشت و نی می نواخت، در دورانی که در گیلان غرب بود و چه در زمانی که به شاه‌آباد غرب بود یک زمینه مهم از اشتغال فکریش مطالعه بود. ادامه مطالعه در شاه‌آباد اوج دیگری پیدا کرد
به طوری که ورزش و می رو هم فدای مطالعه کرد و یکی از آدم هایی که در واقع خود ساخته از طریق مطالعه مذهب و اعتقادات مذهبی را کنار گذاشت و یک انسان هوادار ایدئولوژی در واقع سوسیالیستی، هوادار بینش ماتریالیستی شد، درویشیان بود در میان شرایطی که همه جانبه برای دین، برای مذهب تبلیغ می کردن. نمونه شدن درویشیان به اندازه بود هنگامی که در شهرستان شاهآباد که بیش از 700 نفر آموزگار و دبیر داشت، وقتی یک نفر برای اعزام به دانشسرای عالی انتخاب شد، در برابر انتخاب درویشیان هیچ کس اعتراضی نکرد، در حالی که بیش از 15-20 نفر دیگر واجد شرایط بودند. اما در بین واجد شرایط بدون برگزاری امتحان اون انتخاب شد و همه اسعار داشتن که شایسته ترین انتخاب صورت گرفتند. آموز پرورش زمانی که درویشیان وارد شد در واقع بیش از دوره های بعدی شاهد تبعیض، شاهد در واقع برخورد های نادرست، دستبندی ها، باندبازی ها بود و درویشان کسی بود که در برابر هر گونه برخورد های غیر اصولی استادگی می کرد و در واقع یک کارنامه درخشان درویشیان، کارنامه مبارزاتی اون در همین دوران معلمی است که از یک سو در محیط کار نمونه است در بین همکاران، در رابطه با دانش آموزان، دانش آموزانی که به هر حال چه در گیلان غرب و چه در شاهآباد غرب اکثریت اونها شرایط مناسبی نداشتند، لباس مناسبی به تن نداشتند، کفش و کلاه مناسبی در هوای سرد زمستان مثلا شاهآباد غرب نداشتند و اینها مسائلی بودند که بیگمان بر درویشیان تاثیر میذاشت. از یک طرف این تاثیر محیط، از طرف دیگر تداوم مطالعه. انسانی که به کتاب رو میاره با هر کتاب دنیای تازه‌ای را به روی خود باز میکنه و درویشیان به عنوان یک آموزگار نمونه که بیش از هر کدام از دیگر همکاران در اون دوره مطالعه میکرد، بیگمان نشان داد که راه آینده خود را چگونه انتخاب میکرد. هیچ کس نمیتونست تردید داشته باشه که درویشان با حجم کتابهایی که سالانه خریداری میکنه یا کتابهایی که از کتابخانه کرمانشاه و امانت میگیره یا در کتابخانه کوچیک شهر که حتی کتاب تازه واردی را درویشان اولین مشتریش بود، میگم آن حدس بر این بود که درویشان به یقین یک نویسنده خواهد شد. اما چه نویسنده ای، این را آینده نشون داد که درویشان خود راه خود را در نویسندگی گزین خواهد کرد. در رابطه با کارنامه سیاسی و مبارزاتیش و ولی بیش از اون من برام جالبه که او به عنوان یک نویسنده، نویسنده آبشوران و در این ولایت صمد جاودانه شد، کتابهایی که در واقع دهه 50 رو برای او رقم زد، دهه‌ای که او سه بار به زندان افتاد. این در رابطه با زندان و اندیشه او چه فکر میکنید؟ خصوصا با توجه به اینکه او بیشتر تصویرگر اوضاع نابسامان جامعه‌ای بود که ازش برخواسته بود. رژیم شاه و شخص شاه زندانیان سیاسی را در اون دوره تروریست میخوندن، کمونیست اسلامی میخوندن یا
به شکل امنیتی خطاب میکردم. اما چهره‌های زیادی از زندان شاه کسانی بودند که به جرم داشتن یک اندیشه، به جرم تلاش برای آزادی، به جرم قلم زدن روانه زندان می شدم. همون گونه که ما می‌بینیم در زندان رضاشاه 53 نفر کسانی هستند که در اون دوره اندیشه نو و اندیشه ماتریالیستی را عرضه می کنن و تا پایان دوران رضاخانی در زندان می دونن. در رژیم شاه هم بیشتر نویسندگان، قلمزنان، بازیگران تئاتر، نویسندگان تئاتر راستپار زندان می شدن. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم شاه هیچ اندیشه مخالفی را بر نمی تافت. یکی از زندانیان برجسته سیاسی در زندان شاه سعید سلطانپور بود، خسرو گل سرخی بود، محسن یلفانی بود، علی اشرف درویشیان بود و کسانی دیگر در همین زمینه. نخستین بار درویشیان در سال 50 هنگامی که دانشجوی دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات تهران بود، به همراه یک دوست در روستایی در اطراف صحنه نزدیک کرمانشاه به این جور بازداشت شد که با مردم روستا صحبت می‌کردند و درباره آثار در زمان در شرایطی که داشتن در واقع فرهنگ عامه را جمع جور می‌کردند، مثل‌های مردمی را جمع جور می‌کردند، داستان‌های کوتاه مردمی را می‌نوشتند. وقتی که پرسشی راجع به تأثیر اصلاحات ارضی از مردم میشد، جاسوسان رژیم یا کسانی که برای رژیم خوشبختی میکردن همین را به ژاندارمری اطلاع دادن و ژاندارمری علی اشرف درویشیان و دوست و رفیق همراهش را بازداشت و تحویل زندان صباح دادن. در اون دوره جز اینکه چند جمله ای راجع به گفتگو با مردم در میان نوشته های درویشان بود، هیچ چیزی که جرمزا باشه حتی در چارچوب قوانین نظامی اون حکومت هم نبود. اما درویشان چند ماهی در کرمانشاه ماند، اگرچه یک افسر شجاعی برای اون و دوست همراهش قرار منع پیگرد صادر کرد و اونها به کلاس دانشکده و دانشترا بازگشتن. اما این طولی نکشید که درویشیان در واقع با نوشتن اولین کتاب رسمیش، البته درویشیان پیش از این نوشته ای داشت به نام صمد جاودانه شد، در اون نوشته نشون داد که یک نویسنده‌ای به تمام معنا آگاه به مسائل جامعه و فرهنگ ایران و به خصوص شرایط زندگی تولید دستان است و در جاودانگی صمد نشان داد که نویسنده اجتماعی نویس و سیاسی نویس و درخشانی در راه است. اما در همین سال با نوشتن کتاب آبشورون سر از زندان در آورد، یک سال در زندان ماند و پس از بازگشت در زندان از کار آموزش پرورش برکنار شد، اقدام به تأسیس یک کتاب فروشی در کرمانشاه نمود و کتاب های در واقع اجتماعی، کتاب های پرارزشی را که کم و بیش انتشار می آورد به شهرستان کرمانشاه می آورد، به هواداران در واقع فرهنگ مدرن، هواداران دیدگاه مردمی، هواداران کسانی که اندیشه داشتند که از مطالعه به جایی برسن عرضه می داشت. اما با انتشار کتاب از این ولایت به جرم همکاری با گروه تئاتر ملی ایران که زنده یاد سعید سلطانپور، محسن یلفانی و چند نفر دیگه در اون حضور داشتن بازداشت شد. اما اون در پیمان با در واقع تئاتر ملی هنوز کاری را انجام نداده بود.
اگرچه جمهوری اسلامی اگرچه رژیم شاه مثل جمهوری اسلامی اونها را بر نتافت و به زندان انداخت، اما جرم اصلی درویشیان در این دوره همین کتاب از این ولایت بود که بعدا بهش خواهیم پرداخت درباره آثار درویشیان. و به جرم تکرار جرم، یعنی چون بار اول یک مجازاتی یک ساله گرفته بود، این بار که این کتاب جرم تبلیغی بود و مجازات تبلیغ از یک تا حد اکثر 3 سال میتونست باشه، اما چون 1 سال مجازات محکومیت قطعی داشت، این بار تشدید مجازات شد و 11 سال زندان محکوم شد که از 53 تا 57 در زندان مون و با شکستن در زندان ها توسط توده های بپا خواسته در جریان انقلاب همراه دیگر زندانیان از زندان آزاد شد. اما وقتی حساب میکنیم از 50 تا 57 جز یک فاصله کوتاهی، 2 نوبت فاصله کوتاه که از زندان میاد، در بیشتر مرتب سر در شکنجهگاه ها داره، مرتبا بازجویی میشه، مرتبا محکومیت میگیره، اما با این وجود درویشیان دست از راه خودش بر نمیگردونه. صدها آدم با ادعاهای بزرگ وارد زندان شدن، از زندان که در آمدن دنبال زندگیشون رفتن، کسانی بودن مبارزه را بوسیدن، اگر با حکومت ها کنار نیومدن دست کم این که از چگونگی تلاش های جاری در جامعه خود را کنار گذاشتن. اما درویشیان از روزی که به عنوان یک آموزگار ساده در سال 35 استخدام شد تا 4 آبان امسال که به سبب عارضه بیماری ششی درگذشت، دست از پشتیبانی از توده ها، کارگران، زحمتکشان نکشید. لحظه ای از افشای ناملایمات جامعه در هیچ شرایطی کوتاه نیومد، به هیچ کدام از حکومت‌های شاهنشاهی و جمهوری اسلامی آری نگفت و گفته خودش هرگز بر سر سفره خون ننشست. و این در واقع شاهکار بزرگ یک انسان است که در برابر 2 حکومت ستمگر همچنان در کنار زحمتکشان، همچنان در کنار نیروی مبارز و انسان‌های شریفی که از هستی خود به پاس پاسداری از حرمت قلم و دیگران می‌گذارن پایداری نشان بوده. درویشیان هم پاس آزادی را داشت، هم پاس قلم را و هم پاس یاران همرزم را در هر شرایطی بود. اگر آموزگار بود، با آن دسته از آموزگاران وابسته بود یا در کنار اونها بود که در برابر تبعیض های جاری می ایستادند، در برابر اینکه دانش آموزان را بازیچه جشن ها قرار بدن می ایستاد. و همینطور هنگامی که یک زندانی بود و همینطور هنگامی که یک نویسنده و در واقع پژوهشگر ادبی و اجتماعی بود. شما از برخی از آثارش گفتیم، از آشوران و از این ولایت، از صمد جاودانه شد و به قول بسیاری مرد سالهای ابری و کتابهای سالهای ابریش، از سلول 18 و کتابهای مختلفی که نوشت و 10 جلد کتاب تحقیقی در رابطه با ادبیات، در واقع ادبیات افسانه‌هایی که توی منطقه ما هست، در ارزیابی از آثار ادبی و تحقیقی علی اشرف چه ارزیابی شما دارید؟ در جامعه استبداد زده هر فرد در واقع تنها خودش هست که متاسفانه باید گلیم خودش از آب بکشه. در کشور ما نه کلاس نویسندگی بود، البته پس از انقلاب
کسانی مثل زنده یاد گوشنگ گلشیری تلاش نمودن که جوانان و کسانی که مشتاق کار نویسندگی هستند آموزش‌هایی بده. ما تلاش‌های فروخ فروغزاد را می‌بینیم که چگونه تلاش می‌کنه تبدیل بشه به یک شاعر. این تلاش‌ها در علی‌اشرف درویشیان به شکلی بارزه. درویشان زمان جوانیشون در واقع از سن 18 سالگی تا 32 سالگی در اون زمان جوانی در یک شهر دور افتاده مثل گیلان قبل یا شاهآباد قبل یا حتی کرمانشاه در دوران دانش آموزی، معلمینی که در اون دوران در کرمانشاه بودن به استثنای یک دوره معدود کسانی نبودن که زبان باز کنن و راهنمایی باشن. اما درویشان خود ساخته است، خود دنبال مطالعه رفته، آثار نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی را مطالعه میکرد و فرد فرد اینها را تعقیب میکرد، با آثار جدیدشون از ترجمه بسیار بهره گرفت. بخصوص ما در ایران بایستی مدیون مترجمینی باشیم که کشور ما را، جامعه ما را، روشنفکر ما را با روشنفکران اروپایی، با نویسندگان برجسته آمریکا، انگلیس، فرانسه، اتریش، آلمان و بخصوص روسیه آشنا کردن. چون ادبیات روس در قرن 19، میبینیم که ادبیات در قرن 18 در انگلیس و فرانسه پا میگیره، اما در قرن 19 این ادبیات به آلمان و روسیه میکشه. نویسندگان روس نویسندگان برجسته‌ای به وجود میان، از جمله تولستوی، آدم برجسته‌ای مثل گورکی، مثل داستایوفسکی و و و که اگر صحبت کنم زدم. بیشتر این آثار توسط نویسندگان مترجمین در اومد. آدمی مثل بیازین دو اثر خیلی برجسته را از شلوخوف ترجمه کرد، یکی زمین نوآباد و دیگری دون آرام. همچنین آثاری از فرانسه ترجمه کرد، کتاب جان شیفته. قطعا این کتاب ها در علی‌اشرف درویشیان تأثیر گذاشت، اما با وجود همه اینها درویشیان سبک کار هیچ کس را تقلید نکرد. اگرچه درویشیان بارها و بارها کتاب‌های صادق چوبک یا صادق هدایت یا حتی جمانزاده و ساعدی و دیگران را میخوند، اما سبک درویشیان سبک خودش، در واقع خودش با ابتکار خودش، با توانایی خودش، از ژرفای جامعه شعرهاش انتخاب کرده. در بخشی از جاها که اصلا شعرها در اختیارش بوده، خیلی از نویسندگان مثل درویشان در ژرفای جامعه زندگی نکردند. درویشان در حاشیه آبشوران زندگی کرد، در یک خانواده‌ای که از شمار خانواده‌های زحمتکش و تهیدست کرمانشاه بودند. درویشان دو سوی شهر را می‌دید، یک طرف تلالو شهر، اون جایی که در حال آدم‌های شیک پوش زندگی می‌کنند، قشر از ما بهتران زندگی می‌کنند، اون جایی که رژیم در طبل تبلیغات می‌کوبه، نگاه می‌کنیم که می‌بینیم جشن‌های تاجگذاری برگزار میشه، جشن تولد شاه برگزار میشه، جشن 4 آبان، بعدن هم جشن 9 آبان اضافه میشه، جشن تاجگذاری، نمیدونم جشن 2500 ساله. در کنار این در واقع خرج هایی میشه، یک طرف از مردم برای لقمه نان، برای یک دونه پیرهن نیازمندن، لباس های کهنه ای که از طریق مرز عراق وارد میشه، از قصر شیرین به شهرهای کرمانشاه میاد، در تن خیلی از آدم ها این لباس هایی است که کهنه هایی است که در اروپا جمع شده، از طریق عراق به بازار مرزی اومده یا از طریق خوزستان. اینها در واقع جامعه را
به شکل دو پارچه این نشون میداد. ما در همون موقع نویسندگان دیگری هم داشتیم که به هر حال کم و بیش به این مسائل پرداخته بودن و بیگمان در درویشیان نمیتونست که تأثیر نداشته باشه، از جمله مثلا هم غلام حسین ساعدی و هم صمد بیرنگی و هم احمد محمود. اما درویشیان همینجور که اشاره کردم راه خودش پیدا کرد، داستانهای کوتاهی که نوشت چه در آبشوران و چه در این ولایت. اگرچه استان کرمانشاه و مناطق غرب کشور، روستاهای گیلان غرب، شاهآباد و کرمانشاه را در بر میگیره، حاشیه آبشوران را در بر میگیره، اما این داستانها چون برخورد انسان هست بار طبقاتی اونچنانی داشت که تمام ایران را در بر گرفت. این نوشته های کوتاه درویشان همون سالهای 52 و 53 تمام ایران را در بر گرفت. این دوتا کتاب در تیراژ بسیار گستردهی انتشار یافت. در اون دوره انتشارات یا به خاطر اینکه حساسیت اداره نگارش را برمی‌انگیزند انتشار کتاب‌ها را کم می‌گفتن. اگر 10,000 جلد کتاب چاپ می‌شد می‌نوشتن 5,000 جلد، اگر 5,000 چاپ می‌شد می‌نوشتن در انتشار 2,000 جلد. به وارونه امروز که متأسفانه در ایران انقدر کتاب‌ها کم است که انتشارات 500 جلدی به 1,000 جلدی است و زمان مطالعه به گفته تامینه میلانی کارگردان نامی کشور برای هر فرد 2 دقیقه است، در اون دوره چون هنوز رسانه‌های اجتماعی روشن نکرده بود، تلویزیون سرتاسر نشده بود، مردم توجهی به تلویزیون و رادیوی حکومت نداشتند و در واقع برنامه ماهواره نبود که مردم به تلویزیون‌های خارجی مشوشن، مطالعه حجم بیشتری را در بر می‌گرفت و کتاب‌های درویشان از کتاب‌هایی بود که جای خله این را پر می‌کرد. همون جوری که می‌بینیم که نوشته‌های صمد بیرنگی دست به دست می‌گشت، ماهی سیاه و کوچولو به چاپ 30 و 40 می‌رسید، همینجور هم کتاب عاشورا و از این ولایت قبل از انقلاب به چاپ 2 رقمی رسید، اگرچه نویسندهش در زندان بود. و در واقع اگرچه رژیم شاه درویشان و دیگر نویسندگان را از کار نویسندگی باز داشت، نه فقط درویشان، آدمی مثل فرض کنید رضا براهنی را هم ناچار به ترک کشور کرد، دیگر نویسندگان را هم مثل محمود دولت آبادی را هم روانه زندان کرد. همینجور میبینیم که بازیگران تئاتر، کارگردانان یکی یکی سر از زندان در میارن، اما همین آدم ها که به زندان رفتن در زندان شروع کردن به خودسازی و هر کدام که از زندان بیرون اومدن با بار دانش بیشتری، اگرچه زندان شاه هم کتاب ها سانسور بود، ولی همون اندازه که کتاب بیرون می اومد، همون اندازه که حافظه ها بر روی هم باز می شد و هر کس هرچه ذخیره ذهنی داشت در اختیار دیگری می ذاشت، درویشان با کوله باری از تجربه و دانش ادبی بیرون اومد و می بینیم که از زندان که بیرون میاد 2 کار را همزمان پیش میگیره. یکی کار جمع‌آوری مثل‌ها و داستان‌های کردی و سرتاسری کشور، اون داستان‌های کردی را به فارسی ترجمه میکنه، اما با دیگر داستان‌ها مثل‌ها از سرتاسر کشور جمع میکنه، یک فرهنگ عامه 20 جلدی تا کنون انتشار یافته که پس از کار درخشان زنده یاد احمد شاملو که فرهنگ کوچه را در 100 جلد
تغییر نموده و دو رژیم هیچ کدام اجازه انتشارش را ندادن. نمیدونم هنوز در چه مرزی، شاید در مرز بین 20 و 30 باشه و شاید 30-40 سال دیگر طول میکشه تا تمام اون فرهنگ 100 جلدی انتشار یابد، همونجور که فرهنگ ده خدا 4 دهه پس از مرگ ده خدا انتشار یابد، این فرهنگ ها هم با تأخیر انتشار یابد. اما در هر صورت درویشان اثر درخشانش را به اسم سالهای ابری انتشار داد. سالهای ابری به باور من یکی از برجسته ترین رمان هایی است که در دوره پس از انقلاب انتشار یافت. جمهوری اسلامی البته به سبب اینکه این داستان ها به زمان شاه برمیخوره و خودشو در واقع بدیل رژیم شاه و سران حکومت، اگرچه بیشترشون دست در کاسه رژیم شاه داشتن، اما الان همه تلاش میکنن که خود را مخالف رژیم شاه نشون بدن و با انتشار آثاری که به افشای رژیم شاه میپردازه حساسیت نشون نمیدن. اما در همین کتاب سالهای ابری به عنوان نمونه ذکر کنم، در یک جایی درویشیان از عروسی داییش صحبت میکنه و این که میگه بی بی، مادر مادر بزرگ یا مادر دایی، بی بی رقصید. مأمور اداره ارشاد جمهوری اسلامی میگه بنویس بی بی نرقصید. میگه بی بی مادر بزرگ خود منه، بی بی رقصید، من چجور دروغ بگم؟ شما یه مسلمان به ما میگی دروغ بگی؟ این را به عنوان این نکته گفتم که گفتم هاشم نویسندگی در جمهوری اسلامی، حتی اگر درباره رژیم شاه بنویسی، حتی اگر درباره تاریخی گذشته بنویسی، حتی اگر درباره یک کشور همسایه بنویسی، برای نمونه خاطرات دبیرکل حزب کمونیست اسپانیا در ایران منتشر شد در سالهای پس از انقلاب، یک جایی نویسنده به کلیسا برخورد کرده بود، اون قسمت را اداره ارشاد حذف کرد و مترجم را زیر فشار گذاشتن که یا این چند صفحه را حذف میکنیم یا کتاب منتشر نمیشه. بنابراین درویشان تلاش فوق‌العاده‌ای به خرج داده که بخشی از تاریخ رژیم شاه را در 4 جلد بازتاب بده. این رمان به نظر من حتی در سنجش با رمان‌هایی که همزمان با اون انتشار یافته، کتاب 3 جلدی مدار 0 درجه احمد محمود که به هر حال در حوزه رئالیسم انتقادی، کتاب در واقع زیبا و 10 جلدی محمود دولت آبادی و همچنین دیگر رمان‌ها، دردهای سرزمین من از براهنی یا رنج‌های سرزمین من و دیگر رمان‌ها. این رمان یک برجستگی داره، آدم‌هاش ملموس‌ترن، صحنه‌ها واقعی‌ترن. اون جایی که به جلد اول کتاب نگاه می‌کنیم، شرایط شهریور پس از 20 کرمانشاه را نشون میده. الگو از اینجا از خانواده درویشان شروع میشه که با مادر بزرگ، پدر و مادر و شوهر مادر بزرگ زندگی میکنن در یک خانه اجاره‌ای. اما الفت شوهر مادر بزرگ هر روز صبح خورجین بنایی را به دوش میکشه، دنبال کار بنایی از خانه بیرون میزنه، پدر یا کار کارگری میکنه، کار باغبانی میکنه، دست فروشی میکنه، مادر از صبح تا غروب بایستی به وضع چند بچه و شوهر و دیگر مسائل خونه برسه، مادر بزرگ در کنج خونه با کار خیاطی بخشی از امور زندگی را میگردونه، بچه ها به مدرسه میرن، در مدرسه مشکل دارن، هنگامی درویشان بایستی به دبیرستان بره، در دبیرستان های دولتی اسمش رو نمی نویسن،
به تنها مدرسه ملی که در اون دوره وجود داره، مدیر عباس تیموری مدیر مدرسه بود، به اون پیش اون میرن که استرابن میشه که بعد البته به دانشسرای مقدماتی میره و دوره آموزگار میره. در این حال شرایط دوره حکومت مصدق را در کرمانشاه بازدید میکنه. شوق و ذوق دانش آموزان برای خرید قرضه ملی در پشتیبانی از حکومت دکتر مصدق، برخورد مردم که در دو چهره دایی ها که یکی مصدقیست و دیگری هوادار حزب توده، بیانگر در واقع تضادهای دو جریان مهم در کرمانشاه، بخشی از تاریخ اون دوره را نشون میده. اگر تاریخی کرمانشاست، در واقع تاریخ بازگو کننده بخشی از تاریخ سراسری کشور. در جلد دوم میپردازه به زندگی معلمان، شرایط آموز پرورش، به دوره ای که اون دوره وزارت فرهنگ بود و از صدر تا پایین پست ها خریداری شده بود. یک فردی که رئیس فرهنگ شاه‌آباد غرب بود که گیلان غرب و کرند و ماهیدشت و جویزر ایوان هم تابعش بود، یک فردی بود که 10 سال تمام در اون اداره مونده بود و طبیعتا پست اونجا را خریداری میکرد. بعد از انقلاب در واقع درویشیان به همین کار تحقیق و پژوهش و نوشتن ادامه داد و یکی از در واقع احیا کننده اعضای احیا کننده کانون نویسندگان ایران تو دهه 60 و 70 بود و تا این اواخر استوار بر مبانی منشور آزادی بی حصر و بی قید شرط و بیان در واقع ایستاد. و در این زمینه چه فکر میکنید؟ یعنی به عنوان یک مبارز سیاسی و پژوهشگری که در واقع به کار خودش ادامه داد، چون واقعیتش اینه که ما چند معلم های بسیار فراوان و درخشانی داریم توی جنبش انقلابی ایران در تاریخ و بسیاری از صمد بهرنگی یا از فرزاد کمانگر فرزند همه اینها صحبت میکنن و در واقع درویشیان هم به عنوان یکی از این معلمان که همین تصویرگر زندگی عمومی بسیاری از این مردمان حاشیه و محروم بوده. یک مسئله در انقلاب 57 روی داد که متاسفانه غیر قابل انتظار بود. زندانیان سیاسی که در زمان شاه زندانیان شاخصی بودن و از یک شهرستان برخواسته بودن، به جای اینکه مورد استقبال قرار بگیرن، زیر جبهه مذهبی زیر فشار قرار گرفتم. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم درویشان پس از بازگشت به کرمانشاه از جانب گروه های ارتجاعی به همون اندازه مورد اذیت و تعقیب قرار میگیره که چهره مبارزی مثل دیگر زندانیان. یکی از دلایل، در تهران از همه زندانیان استقبال میشد. جمعیت انبوهی در برابر زندان قصر اشتباه کردند و از فرد زندانیانی که از زندان اومدن بیرون، جدای از اینکه بشناسن یا نشناسن، استقبال کردن. اما شکرالا پاک نژاد که دفاعیش در زندان شاه بیش از 2000 سال زندان رو بالا بود، یعنی هر آدمی که دفاعیه شکرالا پاک نژاد در دادگاه نظامی را خوند محکومیت 1 تا 10 ساله گرفت، به طوری که میگفتن این دفاعیه 2000 سال زندان به بالا برده. وقتی که میخواست به دسفول برگرده، حزب‌اللهی‌ها بهش را نمیدادن. همین برخورد با درویشان شد.
وقتی که قرار شد درویشیان در اجتماع زندانیان آزاد شده به همراه دکتر غلام حسین ابراهیم زاده و چند نفر دیگر سخنرانی کنند، هنگام سخنرانی درویشیان هیاهو به پا کردند و شعار مرگ بر کمونیست دادند. این یک نکته خیلی مهمی بود. درویشیان وقتی که از زندان بیرون اومد، گروهی در کرمانشاه تشکیل شده بودن به اسم شورای یاوری تهیدستان. گروه شیت کلمه میشد شیت. شیت به زبان کرمانشاهی و کردی یعنی دیوانه، و در واقع این یک گروه دیوانهی بودم از اعضای گذشته اسلامی هایی که اینها هم از آخر حزب الله به عنوان انجمن ضد بهائیت، هم از توده ساواک می‌خوردن، هم از آخر حاجی بازاریان. اینها در واقع به تعقیب همه کمونیست‌های سرشناس شهر کرمانشاه پرداختن، و همینجور هم که دیدیم وقتی هم که به هرمز گرجی بیانی دسترسی پیدا کردن، به حکم خلخالی در ظرف یک ساعت اعدام شد، یا وقتی که یحیی رحیمی در تهران بازداشت شد در مدت کوتاهی تیرباران شد. درویشان به ناچار کرمانشاه را ترک کرد، اما از طرف آموزش پرورش هم اگرچه به حکم مهندس بازرگان که سمت نخست وزیری را داشت، همه زندانیان سیاسی که در زمان شاه شاغل بودن بایستی به سر کار بر میگشتن، درویشان را به کار را ندادن و با حکم بازنشستگی او را خانشین کردن. درویشان که خانه‌نشین شد، همینجور که خودم اشاره کردیم، شروع کرد به نوشتن. آثار درخشانی هم نوشت، به چهار تاش اشاره کردیم، کتاب‌های دیگر را نوشت، از جمله سلول 18 راجع به زندان، غیر از دو جلد کتاب سالهای ابری، مصاحبه با سفر قهرمانی که به نظر من یکی از درخشان‌ترین شرح زندگی زندانیان سیاسی است که به سفر قهرمانی می‌پردازه. 30 سال زندان سفر قهرمانی را در اینجا قلمی می‌کنه و در اون کتاب به شکل بسیار بسیار هنرمندانه جمهوری اسلامی را افشا می‌کنه و به چهره‌هایی می‌پردازند که زندان شاه را سپنی ساختند، اما در عین حال توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند، رسالت ناتمام جمهوری اسلامی را، زندان شاه را جمهوری اسلامی به پایان می‌رسانه، از جمله نام می‌بره از مرد گرجی بیانی، از یحیی رحیمی، از دکتر غلام حسین ابراهیم زاده که به خاطر اینکه نشانی بده میگه مثلا هرمز اهل کرمانشاه بود، یحیی اهل کرمانشاه بود، غلام حسین ابراهیم زاده اهل کنگاور بود، به همین جور میگه که هبت معینی اهل بروجه بود و و و و. این در واقع در این کتاب غیر از این که رژیم شاه افشا میشه، زندانیانی که زندان شاه را سپری کردن و در جمهوری اسلامی بازداشت یا تیرباران شدن، شمار زیادی را سفرهان و درویشان به ظرافت میگن و همون موقع این کتاب در ایران انتشار پیدا میکنه و به چاپهای 7 و 8 میرسه، اگرچه سایر کتابهای درویشان هم از رقم گاهی از دو رقمی هم بالاتر رفته. اون کتاب از این ولایت و آبشوران بیش از 20 بار رسمی و غیر رسمی تجدید چاپ شده. اما کارهای دیگر درویشان فرهنگ 20 جلدی عامه هست به کمک نویسنده مبارز خیمان مهابادی. 20 جلد فرهنگ عامه را جمع‌آوری کردم و بعد از کار درخشان
احمد شاملو که فرهنگ کوچه را در 100 جلد تهیه کرد و متاسفانه هنوز انتشار نیافته، 20 جلد فرهنگ عامیانه انتشار یافته، بعضی از جلدها به چاپ چندم رسیده ولی هر 20 جلد انتشار یافته، دارالمعارف درخشانی است از فرهنگ عامه، از نزدیکی انسان‌ها به هم دیگر، یعنی انسان‌ها فقط در مبارزه طبقاتی نیست که به هم دیگر میرسند، انسان‌ها در فرهنگ و زندگی هم به هم دیگر میرسند، انسان‌ها سعی میکنن مثل هم زندگی کنن، سعی میکنن هم دیگر را دوست داشته باشن، سعی میکنن زندگی بهتری را داشته باشن، در درد هم مشترکن، در غم هم مشترکن، در شادی هم مشترکن. و گاهی اوقات میبینی که داستانی بیان میشه، این داستان در رشت به همان گونه است که در زاهدان، که در بوشهر، که در کرمانشاه، که در تبریز. این در واقع نزدیک کردن انسان‌ها با بیان فرهنگ عامه آنها نشانگر یک دید فکری روشن یک انسان سوسیالیست که جهان را سوسیالیستی میبینه، جهان را انسانی میبینه، انسانها را برادر و خواهر میبینه، مبارزه را توده‌ای و جمعی میبینه. نکته آخری هم که به درستی اشاره کردیم، نقش اوست در بازسازی کانون نویسندگان. کانون نویسندگان سه دوره را پشت سر هم گذاشته، دوره اول که در سالهای 44 تا 47 به وجود میاد توسط رژیم شاه از فعالیت باز میمونه، دوره دوم با انقلاب آغاز میشه با شبهای شعر گوته از 56 تا 59 که سرکوب به نویسندگان با بازداشت نویسندگان و هنرمند آغاز میشه، و دور سوم به همت نویسندگان که و شاعران و هنرمندان که چندین قربانی بر جا میذاره. چهره های درخشان این دوره کسانی هستند که رژیم جمهوری اسلامی قصد کشتن اونها را داره، و اگر چهره مثل شاملو یا درویشیان یا هوشنگ گل شیری را در واقع ترور نمی کنن، بخشی به سبب نقشیست که اینها در اجتماع دارن و وحشتیست که از بازتاب مرگ اینها دارن، وگرنه جمهوری اسلامی اینها را هم در واقع ترور میکرد. نکته قابل توجه این که درویشان در 10 سال گذشته که دچار بیماری سکته مغزی شد و نصف بدنش فلج شد از کار و کوشش باز نماند. همینجور که اشاره کردید در بازسازی کانون اگرچه پیش از این هم نقش داشت، اما پس از این جریان نقش برجسته تری ایفا کرد. درویشان در تمام این سالها در کنار مادرانی که هر سال و یا به مناسبت سال نو در خاوران حضور می‌یافتند، درویشان با وضعیتی که بر روی چرخ داشت و نصف بدنش از کار افتاده بود حضور پیدا می‌کرد، و این حضورش در واقع نشانه بارزی از چگونگی شخصیت و جسارت و رزمندگی اون بود. و همینجور اشاره کردی به مناسبت دیگر به این دوره حتما خواهیم پرداخت.